ماه گذشته عکس های بانوان ورزشکار در بحیره سرخ جده در صفحات اجتماعی انعکاس گسترده داشت و بحث های را روی آزادی های بانوان که همیشه از سیاه پوش بودند دامن زده است. تا زمانی که فرمان رسمی در مورد این چپن ها صادر گردد، ایمان جوهره یکی از بانوان دیزاینر لباس ها بانوان چپن های ورزشی را می سازد که بیشتر معروف شده و بانوان با روحیه باز در برابر سنت ها و شکستن کد لباس های سیاه به پیش می روند. در آغاز بسیار معروف نبود، اما اکنون تقاضا بیشتر شده است و برایش بیشتر تبلیغات صورت می گیرد. چپن‌هایی که بانوی دیزاینر 43 ساله طراحی کرده است، رنگ‌های پسته‌ای، سبز، نخوتی و سفید به فروش می‌رسند. و او از تکه‌های طبیعی همچون تکه‌های پوپلن فرانسوی که با عرق شملک نمی‌شوند استفاده می‌کند. رنگ‌های مختلف عبایه یا چپن‌های دراز به عنوان توانمندسازی زنان است، به خاطر که آنها از کد نرمال چپن‌های سیاه دور می‌شوند و تغییر را با معرفی چپن‌های ورزشی با رنگ‌های مختلف آغاز کردم، بر علاوه طراحی خاص و نوعیت آن. من همیشه تکه‌های طبیعی را استفاده می‌کنم. چپن‌های دراز عربی سال هاست که در آن کشور با اشکال مختلف تکه ها و حتی تزیینات خاص به فروش می رسند و برخی از آنها در انگام بازی بیسبال نیز همراه با حجاب پوشیده می شوند. عبایه های اخیر که بیشتر جلب توجه کرده است برای فوتبال بانوان با رنگ های مختلف در نظر گرفته شده است که بانوان از تیم مورد علاقه خود حمایت خود را نشان دهند. این ابتکار بسیار مهم است، به خاطر که ما زنان برای سهمگیری در ورزش به طور معمول تشویق می شویم. تمرینات ورزشی تأثیر روانی و اجتماعی و اثرات مثبت بر روان به جا می گذارد. این نوع رشد مود و فشن راه آزادی های بیشتر زنان در جامعه محافظه‌کار عربستان سعودی را باز کرده است. قرار است بانوان در ماه جون در استادیوم های ورزشی برای بار اول حضور یابند. عبایه که من پوشیدم رنگ زیبا دارد، رنگ آسمانی دارد، روشن است و برایم اجازه می دهد خوب تر بدوم. من همیشه آرزوی دوش را داشتم و برایم مشکل بود که چطور در چپن دراز بدوم. این نوع دیزاین های ایمان جوهری بسیار زیبا هستند. و صراحة جدا جميلة. بانوان در میان مردم عام بیشتر توسط پلیس مذهبی کنترل می شدند، اما اکنون کمتر اذیت می شوند. اما عبایه های رنگه که قابل تصور هم نبود، اکنون آهسته آهسته میان مردم طرفدار زیاد پیدا کرده است. برخی از طرفداران فرهنگ چپن ها در صفحات اجتماعی علیه این نوع دیزاین ها حساسیت نشان دادند و آن را به عنوان شکستن سنت عربستان سعودی می دانند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.